همیشه ما همه در حال جنگ باشیم. در نتیجه فکر کنم رفتار معمولی داشت. ولی این جالب بود. در این حال پایکان هم برای اولین بار توی ایران کنفرانسش هم برگزار کردن که جای تبریک داشت به بچهای پایتون، چه پایتون 2، چه پایتون 3، چه 2C، چه 2H. هیچ کدوم هم کامپری نمی‌شد. خبر بعدی بود اوبونتو وان بود که سرویس فایل و موسیقی اوبونتو بود. خبر خیلی بدی دادن، گفتن که ما سرویس رو تعطیل می‌کنیم دیگه تو اوبونتو 4.04 که این فیچرهاشو الان دانیال گفت هر کی بچهای ویندوزی ما این سری فیچر رو خوبم داریم در حدی که در واقع ویندوز XP رو دوباره پیاده سازی کردیم. خیلی سایه بود خبرهای جدیدش. ولی خبر بستن هم خبر بدی بود، برای اینکه عملا باعث عدم اطمینان ما میشه به سرویس دهنده‌ای که ازشون استفاده میکنیم. حرفشون خیلی قشنگ بود، توی صحبت میمونه که مثل همیشه یه چیز ضایعی رو پیچیدن توی یه چیز قشنگی به ما میگن، یا واقعا موضوع برای خودشون هم خوب بوده. حرفشون این بود که الان به اندازه کافی کامپتیتور هست، افراد مختلفی دارن دراپ باکس رو میدن، باکس رو میدن، سرویس هایی که شما میتونین کلاود فایلاتون رو سیو کنین خیلی زیاده. در نتیجه نگرانی ما دیگه نداریم که نتونیم اینا استفاده کنیم. ببین از اونها استفاده کنیم. ما برعکس خیلی ها نمیخوایم همه چیز دست خودمون باشه، خودمون همه چی رو بچرخونیم. وقتی آدمای کافی هستن ما سرویسمون رو میبندیم. بعدیش اینه که هم اتفاقی که با گوگل افتاد. گوگل مثلا یه سرویس ریدر رو داد تاثیرش کرد. اتفاقی که میفته اینه که من نمیدونم دیگه به این شرکت اعتماد کافی بکنم که از سرویسش استفاده کنم، نکنه فردا اوبونتو سرورم تعطیل کرد. حالا این اتفاق نمیفته ولی در نهایت این خبر نکته منفی داشت برای ما. این هم که NSA بود و همه خبرهاست که فکر کنم بزرگترین اتفاق این چند وقت بود. اسنودن اومد این یه سری چیزها رو افشا کرد به روزنامه ها و روزنامه های دیگه مثل نیویورک خودشون برای هم منتشر کردن به چیزها رو و کلن دنیای تکون و شوک خبری اطلاعاتی خورد. در واقع حجم شنود، حجم مداخله در حقوق شهروندان، حجم جاسوسی زیر نظر داشتن همه چی و دقیقا اون روان های 1984 زنده شد تو امریکا. زنده که نشد داره من قدم افضاد داشتیم بشه. خیلی خیلی اتفاق بزرگی بود تو دنیای آزاد ما هم باعث تغییرات متنوع شد. حرف زدیم از اینی که دادم فکر کنم برگیش حال میده ولی در واقع باید سلامه اینی که آره ما سی کسی بوده میکنیم امن یا نه. یه شوکی اول داد که خیلی خطرناکه. دیدین این برنامه اوپن سورس باگ داره، اون میخواد شنود کنه. در حالی که شما این تیکه رو ببینید، اون تیکه ایشون آیا با مایکروسافت قراردادی دارن، با اسکایپ قراردادشون بخشای کیف شار شد. در نهایت چیزی که دست خودمون باشه و بدونیم به چیکار میکنیم از همه امن‌تره. سلام دنیا بود خبر خیلی 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 بزرگ و خوبه. پارسال مثل پرفونجا با تیشرت هاش نشستن، یه بعدش هم به من دادن نزدن به تقریبات نشه. اتفاقی که افتاد بود که برای اولین بار یکی یه ادعای خیلی بزرگی کرد که ما می‌خوایم چند میلیون پول جمع کنیم یه نشریه واقعی گنو لینوکسی در بیاریم. تو دنیا سابقه داره، ایران هیچ وقت انجام نشده بود. ما اعتمادمون بسیار به هم کمه. شما فکر کنید یه سایت تو اینترنت درست کنم که چند نفری که میشناسمش بگم که ما می‌خوام چقدر بود؟ 24 24 میلیون تومان پول فقط شما کمک مالی بکنید چون من می‌خوام یه نشریه در بیارم. تقریبا غیر قابل تصور که از بچه های مثل شما 24 میلیون تومن کمک کنید. به احترامتون مثلا تعظیم کنم بیان تو فرهنگ ما نیستم آقای شور کنم بیان بالا بر بیان تو سلام فرهنگ و کامیونیتی گنولی نوکسه که نشون میده اعتماد توش هست. من تو جامعه زندگی میکنم که اگه یکی میگه این پولو بده معتقدم که برام مصرفش میکنه، کار درستی انجام میده. اگه نکنم دفعه بعد بهش نمیدم، طرف نمیتونه دفعه بعد بره قایم بشه با یه چهره دیگه بیاد. تو کامیونیتی خودشو خراب کرده. بچه این اتفاق خیلی خیلی بزرگ و خوبی به نظرم بود و بسیار بسیار تاثیرگذار توی گنولی نوکس تو دنیای ایران. اون حرف بزنم برای اینکه وقت کمی نمیذارم دست بزنیم. ما یه جوری خوب خودم میام دست میزنیم ولی مجبورم که نمیذارم. میخواستم سریع رد کنم فقط برای اون خاطره بشه. اما قشنگیش همین بود که من برداشتم اسلایدهای دانیان رو فورد کردم. 2048 یه بازی بسیار بسیار افتیادآور بود که در واقع اینجوری که چهره داشتن پیش میرفتن 2048 کشف شد. یه دو هفته هیچ کاری نکردم تا همه بتونم به 2048 برسن. سورس بود، انواع و اقسام ازش در اومد. فوتبالیست ها با هم تنکیم میکردیم خوب بشه. یکی با فلاحی برد قاتیش کرد، یکی با تتریس قاتیش کرد. اگه بازی نکردیم اصلا یه
سرچی بکنید دور از چشم رو اساتید توی دوره که مشغول این پروژه نیستین 2048 رو بگردید به اندازه کافی چیز پیدا میشه میتونید بازش انجام بدید. قشنگیش بده اوپن سورس بودنش بود برای من و اینکه بازار افراد تغییرش میدادن و روی گیت هاب تمام جهان که بازش میکردن هنوز داشت کار میکرد مثل کود هارکلین بود هارکلین بود که اتفاق خیلی عظیمی بود. چند نفر داریم که ویندوزی هم اینجا؟ خب سه نفر، چهار، شش، نه اتفاقا بسیار بسیار عظیمی بود. بین خودمون باشه اگر این اتفاق برای ویندوز شما افتاده بود ما امان نمیدادیم شما حرف بزنید تو چند سال برحال این بر افتاد. ولی توضیحات مهم در برش اینه که همینی که این اتفاق افشا میشه حل میشه. یه باگ بود که من میتونستم سروری که انتظار دارم امن باشه رو با یه روش نه چندان پیچیده‌ای تیکه‌های رندوم یعنی اتفاقی از مموریشو بخونم. میتونستم تیکه‌های از مموریشو بخونم. در واقع من اگه تو یه بانکی کار میکردم ممکن بود پسورد شما توش باشه، شماره حسابتون توش باشه، هر چیزی ممکن بود باشه. بعد این کار رو هی ادامه میدادم هر چی تو مموری کامپیوتر بود خونده میشد. اتفاق خیلی بدی بود. ولی بازم اتفاقا ما اینه که اوکی ما مشکلاتمون دیده میشن و حل میشن. فقط نمیکنیم که زمانی حالا یکی یا آپدیتی بده. اتفاق بدترش اینی بود که دیدیم تو ایران در واقع روزها و در یکی دو مورد مهم دو سه هفته طول کشید تا یارو بزنه اپکش آپدیت یا آپدیت یا هر چیزی که بلده. همه من نمیدونم درش PSU آمامو بود من واقعا نه اول واقعا نمیشنم که واقعا کلید در آورده داشتم برای اینجا صرف میشنم دیدم از که این ماجرا واقعی بوده ولی به حال حرف میزنم که برای ما خیلی خیلی مهمه همه شو نمیخونم ولی ایدهش این بود که هم به ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی رو به عنوان حق شهروندی در کشور به رسمیت میشناسیم و سرعت اینترنت خیلی بده و باید 3G بیاد و 4G بیاد و کنتر و کنتر بشیم. ما هم میگیم اولا انشاءالله که بشیم به حال دست ما که نیستش دست خودتونه میشه شما توضیح بگیر انجامش بدید ما هم به هرچی هم دست که بکنم. در نهایت هم حتی حدس میزنم در نهایت چون پوسترها رو بچه ها جا به جا میکردن گازم هست آره پوسترها رو اینترنت بود بچه ها دست میزدن داج کوین بود یا دوج کوین بود یا کلن کریپتوکرنسی ها بودن کارنسی ها بودن که خیلی خیلی مهم شد پارسال. بیت کوین لیدرشون بود. ما مثل اوستورا پادکست میدادیم که بیت کوین اومده خیلی قشنگه بچه‌ها خیلی باحال از اینجوری کار میکنه اینا برید بخرید دونه ای مثلا اون موقع هم 10 تاش 1 دلار بود. بعد شاد بودیم که از دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه شش ماه گذشت دیدیم اگه ما به جای اون پول میدادیم من الان پادشاه شده بودم به جای اون نیاز عراقی ندارم پادشاه بشم نیاز دارم ولی این اتفاقی که افتاده بود که رسید به 800 دلار دونه یه حتما همه میدونه دیگه خودم موضوعی هیچ بیسیکی نمیخواد درباره بیت کوین اگه بازم نمیدونه سرچ کنید بیت کوین رو پادکست تا بگید یه پولی بود که با یه مکانیزم های خیلی پیچیده میاد هیچ مرکزیتی نداره بر اساس الگوریتم هاست هیچ پشتوانه به معنای کلاسیکی نداره پشتوانهش طلا نیست حالا هیچ پول دیگه ای هم نیست به خاطر جدید و یه چیز خیلی خیلی عجیب و غیرقابل تصوریه ولی با زمانشون شروع کردن استفاده میکنن توی پول واقعی تبدیل شد در واقع خیلی خیلی هم پیچیدگی شد قابل ترک کردن نیست که کی به کجا پول داده قابل کنترل توسط دولت ها نیست که چنین چیز عجیبیه حتما دنبالش کنید. خبر بسیار بزرگ بود دوج کوین یه درگاهسازی از بیت کوین بود که خیلی درگاهسازی خوبیه اومدن یه پولی درست کردن که 100 میلیون 110 میلیون فکر کنم برابر بیشتر از بیت کوین پول درست کردم به معنی کلاسیک که در واقع ارزشش 10 میلیونی رو میگی شد هر سال هم گفتن همینقدر میدین یعنی هیچ وقت نه این پول پیشرفت خواهد کرد نه هیچ ولی باحاله. یه چیز دیگه تو کامیونیتی دیگه کامیونیتی های اینجوری جامعه های سیستم داری که میگه مبتنی بر جامعه همیشه شعاری بود که تهران تاکس تکنوتاکس ببخشید که میگفتش که در واقع حالا یک پیچیده بودم در این بازم یک بچه همان کنم بهتر بگم ولی آخرش این بود که این یه نرم افزار نیست یه فرهنگه آزادی نرم افزار من به خوش میکرده پس تو این سرمایه گذاری کنم این پول رو در میارم دوچ کوین اون علامتشه تو ردیت گفتم پول جمع میکنیم اگر
چند نمام صد تریلیارد دوج کوین جمع شد که پول کافیه ما یه تبلیغ میکنیم رو ماشین مسابقه های نسکار و در نهایت پولشون جمع شد و این ماشین رو داره که امسال مسابقه میده. شما که تصور کنید که تو ترافیک پشتش گیر کردید و این یارو به شما دور زده، این احساس عجیبیه. ما برای اول شدن در امسال پیچ گیریم پادکست آخر رو دیگه چی بود؟ نه اسلاید آخر بود. این تبلیغات شخصیمه. اگر خواستین پادکست رادیو گیک رو گوش بدین یا تویتر رو دنبال کنین یا اگر دوستانی بکنین.